نیلو خیلی اذیت شده. تا دیروز از هیچ کدوم از حرفاش خوشم نمیام، ولی امروز حس کردم که خیلی حالش بده. هنوز اون درد رو فراموش نکردم. یادت به هم گفتی داری با عارف ازدواج میکنی؟ قبلا خواب دیده بودم که عروس بزرگ این خونه میشم، ولی الان خوابم اینطوری تعبیر شده که تو جلوم اینجایی. تو و شروین هم دیگر رو خیلی دوست داری. گرمای عشقتون رو حس میکنم. از این خونه آدم های این خونه دور بمان، وگرنه خیلی بد میبینی. نجد باشه، یه بار دیگه نشونم بدی. سلام علیکم داداش، حال مامان چطوره؟ خیلی بهتره، ولی الان حتما باید یکی پیشش باشه تا شبانه روز ازش مراقبت کنه. خواهشن نظر سایما جایی بره. آیسان، اون یه خدمتکار بیشتر نیست، یه کسی که از عزیزانش باشه میتونه مراقبش باشه. اگه امروز عارف دکتر رو به موقع خبر نکرده بود معلوم نیست چه اتفاقی میافتاد. خیلی دلم شور مامانو میزنه. نمیدونم این وسط با لیلا چیکار کنم. نمیتونی یه چند روزی بیای اینجا و پیش مامان بمونی؟ من بیام بمونم؟ فقط چند روز طول میکشه آیسان، شاید تا اون موقع لیلا هم برگرده. اگه پیش مامان بمونی خیال منم راحته و تو دفترم دیگه الکی عصبام خورد نیست و فکرم پیش مامان نیست. آره میدونم. باشه داداش. ممنون. مراقب خودت باش. تو هم مراقب خودت باش. خداحافظ. من که خیلی نگرانم. میدونی که سایما کاری بلد نیست، برای همین رفته مرخصی. شروین میگفت وقت میخواد بره سر کار منو میرسونه خونه، موقعی برگشتم میاد دنبالم. باید باهات حرف بزنم. بگو. میخواستم ازت عذرخواهی کنم. من خیلی بهت بدی کردم. خیلی بهت بد و بیراه گفتم. دستمم روت بلند کردم. نباید این کارو میکردم. اگه تو هم جای من بودی شاید همین کارو میکردی. شاید هم از این بدتر. اون روز که شروین تو رو آورد جلوی همه نتونستم تحمل کنم. حسادت عاشقانه همین جوریه.
چی کار میکردن؟ از بچه که تا حالا همیشه عادت کردم اسم شروین رو کنار اسم خودم بشنوم. اصلا نفهمیدم، ولی الان دیگه این حقیقت رو قبول کردم. قبلا خواب دیده بودم که عروس بزرگ این خونه میشم، ولی الان خوابم اینطوری تعبیر شده که تو جلوم اینجایی، تو و شروین هم دیگر رو خیلی دوست داری، گرمای عشقتون رو حس میکنم. منو واقعا ببخش، از امروز به بعد دیگه هیچ آسیبی از سمت من به تو نمیرسه. ببخشید. نیلو خیلی اذیت شده. تا دیروز از هیچ کدوم از حرفاش خوشم نمی اومد، ولی امروز حس کردم که خیلی حالش بده. هنوز اون درد رو فراموش نکردم. یادته به هم گفتی داری با عارف ازدواج میکنی؟ خیلی روز سختی بود. نیلو رو که میبینم حس میکنم اونم همچین حالی داره. خیلی روزای سختیه براش. چی شده؟ از حرفم دلخور شدی؟ من فقط همینطوری. یادته چقدر از سکوتم جلوی عارف ناراحت شدی؟ پس برای چی توقع داری اگه نیلو دیگه با هم درست رفتار کنه بخوام براش دل سوزی کنم و خوش و خورم بغلش کنم؟ ببخشید عزیزم، من قبول دارم اشتباه از منه، دیگه تکرار نمیشه. تو میتونی بگی، عیبی نداره. ناراحت شدی؟ منو نمی بخشی؟ منو نمی بخشی؟ نه. باشه، پس میرم بیرون یه دور میزنم. چی کار کنم؟ وایسا ببین چی میگم. خیلی دوست داری از اتاق بری بیرون؟ بعد دیگه کی رات میده؟ وقتی بخوابی برمیگردم. اصلا از این خبرا نیست. از همینجا دمپایی میاد سمتت. خیلی دوست داری نه؟ ببینم خیلی حسودی چه دیگه. نه خیرم. این وقت شب قهوه درست کردی؟ میخوای خواب از چشام بپره؟ خواب از سرت بپره، بری بیرون برای خودت بچرخی. چه بهتر. برات غذا آوردم بخوری. چه نیازی بود؟ نیاز بود، برای همین آوردم. الانم بخور، بعدم باید دارو بخوری. گشنم نیست. نون میخوری یا برنج؟ میگم گشنم نیست. بخور دیگه، داروام باید بخوری.
باشه، تو زحمت نکش، خودم یکم دیگه میخورم. چه زحمتی؟ درست نسبت نزدیکی نداریم، ولی به عنوان دوستت که اینقدر حق دارم. بخور، خوشمزه شده. البته باید آیسانو با خودت می آوردی. الو عارف، آیسانو شروین زدن بیرون. می دونی که الان باید چی کار کنی؟ سلام علیکم داداش. سلام علیکم. سلام علیکم. علیک سلام. خوب شد که اومدین. آیسان پیش مامان باشه، خیال منم راحته. آره راست میگی، تو این شرایطه که آدم به اهمیت عزیزاش پی میبره. من میرم پیش مامان. من فقط دیگه باید برم شیر. شیرین یه لحظه وایسا، با هم دیگه میریم. فقط داروهای مامانو به آیسان بگم بعد میام. حتما. تو چیزی میخوری؟ آره، اگه اون قهوه دیروزی باشه که به سایما میگم برات قهوه درست کنه. تو چیزی میخوری شیرین؟ نه تشکر. بریم آیسان. واسه چی هر روز اینجا فلاسی؟ خاله دوست خیلی نزدیک مامانمه، دقیقاً این مادرمه. فقط میام حالشونو بپرسم، همین. مثل مادرته ولی مادرت نیست. برای پرسیدن حالشون ما اعضای خانوادشون اینجا هستیم. یه چیزیو میدونی؟ وقتی اینطوری هرس میخوری خیلی دلم خنک میشه. حالا از این که میام اینجا ناراحتی یا از این که جویای حال خالمم؟ هر دوش برام مهم نیست. از این خونه آدم های این خونه دور بمون، وگرنه خیلی بد میبینی. عجب. باشه، یه بار دیگه نشونم بده. قبلنم یه کارایی کردی؟ یادت قبلن چه بلایی سرت اومد؟ نه. آیسان داره صبحانه مامانو میده، ما هم یه چایی بخوریم و بعدش بریم. باشه؟ آره حتما. بریم. داداشم قشنگ داشت میفرستاده ما معسل. برای چی علکی گفتی نه؟ حداقل از این یک نواختی راحت میشدیم. بهت که گفتم میریم، خیلی زود میریم. خب الان میرفتیم دیگه، چی میشد؟ اول بذار نیلو و شروین ازدواج کنن، بعد چهارتایی با هم میریم. یه لحظه، چی؟ ازدواج نیلو و شروین؟ دیوونه شدی؟ معلوم است تو کدوم دنیایی؟ تو همین دنیا. یه حرفی بزن که بشه. تو دنیای من همه چی ممکنه. اینم هممون دست به دست میدیم و ممکنش میکنیم. بشین و ببین. میدونی وقتی برای این حرفا ندارم. تو بشین اینجا برای خودت داستان بباف و برنامه بریز اونا رو جدا کنی. منم با دوستان میرم تور اروپا که به خاطر تو کنسلش کرده بودم. تو بشین همینجا و نقشه بکش. آفرین.
تا اونا رو از هم جدا نکنم ول کن نیستم. خدا رو شکر مامان تبتون از صبح کمتر شده. حالا خوب بشم چی کار کنم وقتی بچم خوشحال نیست؟ این چه حرفیه؟ کی گفته بچه‌تون خوشحال نیست؟ مگه نمیبینی؟ لیلا رفته خونه باباش. چیز ساده ای که نیست. اینقدر برگی زنداداش خودتو ناراحت نکن. برمیگرده دیگه. حالا مگه چه اتفاقی افتاده بود که یهو از خونه گذاشت و رفت؟ خدا میدونه. فکر کنم با هم مشکل پیدا کردن. باشه خودم با داداش حرف میزنم. پاشم برم یه غذای سبکم برات درست کنم. باشه یکم استراحت کن. شروین امروز چه زود برگشتی خونه؟ آره حالم خیلی خوب نبود، سرم یکم درد میکرد. آیسان کجاست؟ باهات نیومده؟ تا شب برمیگرده. ببخشید. ببینم ناهاری چیزی نخوردی؟ خیلی قشنگه که آیسان خانم اینجوری غذا میپزن. جدی؟ روزایی که تنها بودیم خیلی بهمون سخت گذشت. روزگار هر قدرم بد باشه میگذره. آره درسته، ولی بعضیا خیلی شرایطو بدتر میکنن، مثل کاری که زنداداشتون کرد. زنداداشم چی کار کرده؟ آقا که شما رو بخشید، زنداداشتونم همینو بهونه کرد و از خونه گذاشت رفت. بعدم خانم جان حالش خراب شد. داری راست میگی؟ بله خانم، برای چی بهتون دروغ بگم؟ برات غذا آوردم بخوری. چه نیازی بود؟ نیاز بود، برای همین آوردم. الانم بخور، بعدم باید دارو بخوری. گشنم نیست. نون میخوری یا برنج؟ میگم گشنم نیست. بخور دیگه، دارو هم باید بخوری. باشه تو زحمت نکش، خودم یکم دیگه میخورم. چه زحمتی؟ درست نسبت نزدیکی نداریم، ولی به عنوان دوستت که اینقدر حق دارم. بخور، خوشمزه شده. البته باید آیسانو با خودت می آوردی. تو همچین شرایطی خوبه که زنت بهت برسه، نه؟ آب میخوری؟
نه ممنون. الو، چطوری آیسان؟ من خوبم عزیزم، حال مامانت چطوره؟ خدا رو شکر حال مامانم خوبه. من خیلی نگرانشون بودم، گفتم یه زنگ بزنم حالشون رو بپرسم. آره الانم اینجا منتظر شروین نشستم، نمیدونم کی قراره بیاد دنبالم. چی؟ شروین که خیلی وقت اومده خونه، الانم گرفته خوابیده. شروین اومده خونه؟ آره، موقع ناهارم بود که اومد خونه. میدونی امروز حالش هم خیلی بد بود. بیچاره نیلو رفت تو اتاقش، براش غذا برد، بهش دارو هم داده. داروهاشو که خورد خیلی بهتر شد، برا همینم گرفته خوابیده. آها، ولی کسی به هم خبر نداد، شروینم چیزی نگفت. عزیزم، خب تو خونه ی مامانت بودی دیگه، حالشونم که بده، برا همینم نخواستن که چیزی به تو بگن. ولی آیسان، اگه کار تموم شده و میخوای برگردی خونه، من میتونم راننده رو بفرستم دنبالت. نه، اول داداشم بیاد، بعد خودم میگم که راننده رو بفرستی. خیلی خوب، باشه. ببین، تو که نمیتونی مامانتو تنها بذاری، برای همینم شروین چیزی بهت نگفته. بعدم ما هممون اینجا مراقب شروین هستیم، تو اصلا نگران نباش، بهش زنگم نزن، خیلی سخت خوابش برد. اگه آروم نمیشد که اینطوری راحت نمیتونست بخوابه. میدونم، باشه. راستی گوش کن آیسان، وقتی میخواستی به راننده خبر بدی به من یه زنگ بزن، شروین خیلی سخت خوابش برده. آخه میدونی نیلو به بدبختی خوابوندتش. اونطوری بد خواب میشه، لطفاً. باشه، ممنون. We'll be right back.
شروین، کجا داری میری؟ تو که حالت خوب نبود. الان بهترم، دارم میرم دنبال آیسان. خب راننده رو بفرست، خودش آیسانو میاره. نه مامان، من خودم میرم. از صبحم باهاش حرف نزدم، برم دنبالش خوشحال میشه. آها باشه، هر طور راحتی. یکم اونجا میشینم، شاید یکم دیر بشه. اتفاقا خیلی زود برمیگرده. یه لحظه، آیسان زنگ زده. الو، های سلام آیسان. آره من تو اتاقمم. شروی خوابیده دیگه؟ آخه خیلی حالش بده میدونی. تو میخوای بیای؟ باشه، خیلی خوب. الان راننده رو میفرستم. باشه، فقط زود حاضر شو. باشه، خداحافظ. دخترم کار خوبی کردی که چیزی به آیسان نگفتی. به جای راننده شروینو ببینه، رنگ از رخش میپره. اینطوری باعث میشه شروینم خیلی زود برگرده خونه. اون تعجبشم بعدن خیلی به دردمون میخوره. آره بابا، داداشم خیلی جدی گفته مادرمو نباید یه لحظه هم تنها بذاری. شما اصلا از بغلش تکون نخور. خیالت راحت باشه خانم. فرنی که درست کردم هم الان بده بخورن، هم شب بهش بده. هر قدرم گفتن نمیخورن، شما اهمیت نمیدی. چشمت من. دختر چرا اینقدر سفارش میکنی؟ خودش مراقبم هست، تو با خیال راحت برو خونت. دارم میرم خونه دیگه، راننده داره میاد. راننده؟ مگه شروین نمیاد؟ نه آخه، حال شروین خیلی خوب نیست، برای همین راننده داره میاد. خب دخترم اگه حال شروین خوب نیست، نمیخواد فردا دوباره بیای اینجا. سایما هست، حواسش به همه چی هست. برای چی الکی انقدر نگرانی؟ بذار اول برم خونه، هرچی که شد بهت خبر میدم. بعدم لطفاً خیلی مراقب مامانم باش، تنهاش نذار. خیلی خیلی مراقب خودت باش. خدافظ. خدا برای منم دعا کن. خدافظ. یه چیزی بیارم بخورین خانم؟ الان میل ندارم. باشه چشم. تو بشین، من برم مامانو صدا کنم بیاد. آیسان، قبل از این که مامانتو ببینم یه امانتی برات آوردم، میخوام بهت بدم. به من؟ آره، این طلاهای عروسیته، با کلی ذوق و شوق خریده بودم، ولی وقتی مال من نشدی دیگه اینا به دردم نمیخورن. برای همین اومدم دادم بهت. من اصلا نیازی به اینا ندارم، میرم مامانو صدا کنم بیاد. تو کی اومدی؟ از اومدنم خوشحال نشدی؟ نه اینطوری نیست. بریم. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.